به نام ایزد منان، با سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی از استدیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. هشدار چهار کشور جهان به طالبان: اگر به تبعیض جنسیتی پایان ندهید در دادگاه لاهه شکایت می‌کنیم. تلاش هند برای گمراه‌سازی جامعه بین المللی درباره وضعیت کشمیر با سلسله سفرهای دیپلماتیک. بنگلادش خواستار برگزاری کنفرانس همه کشورهای ذی‌نفع برای حل بحران روهینگیا شد. و درخواست جامعه مسلمان هنگ کنگ برای حمایت از نهاد اعتباربخشی به رستوران‌های حلال. وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با صدور بیانیه‌ای شدید و لحن موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه در نیویورک منتشر شد آمده است که احکام و فرامین طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. گروهی از کشورهای دیگر از جمله آلبانی، بلژیک، ایسلند، مالزی، مراکش، پاناما، سیرالئون و اسلوونی از بیانیه مشترک چهار کشور غربی حمایت کردند. این کشورها همچنین اعلام کردند که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تلاشی برای سکوت واداشتن نیمی از جمعیت و حذف زنان و دختران از عرصه عمومی است. چهار کشور غربی بیان کردند که بسیاری از زنان و دختران در افغانستان در حبس خانگی به سر می‌برند و از حقوق انسانی خود محروم شدند. در این مورد همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. سلام و شب شما بخیر. آقای جاوید، با توجه به تهدید چهار کشور جهان به پیگیری قانونی علیه طالبان در دادگاه لاهه به دلیل تبعیض جنسیتی، فکر میکنید این فشارهای بین المللی تا چه حد میتواند در تغییر رفتار طالبان نسبت به حقوق زنان و دختران افغانستان مؤثر باشد؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. خب قبل از همه میگم که همچنین اقدامی که از طرف چهار کشور صورت گرفته تقدیر بکنیم و ای هم معتقد هستیم که نتیجه تلاش ها و مبارزه بسیار همگی افغان ها در خارج از افغانستان بودن که خب جامعه جهانی رو به نوعی تحت فشار گذاشته که با طالبان همکاری نکنه و مبارزه زنای در حاکی علیه مثلا برخورده طالب برای زنان، مبارزه زنان نتیجه مبارزه زناست و ما این رو فرق نیک میگیریم. منتها به نظر از ما نمیتونیم از یک گروه متحجر که اینا به خاطر بعضی از پروژه های بخصوص افغانستان هم در توقع داشته باشیم که اینا تغییر بکنه و به تیز شش ماه برای خانم ها یعنی سیاستاش تغییر بکنه. اصلا طالب یک گروه متحجر است که با در مدارس دیوبندی اونجا آموزش دیده و برداشت از اونا از اسلام، از دین، از مذهب همی است که باید خانمها را حذف بکنه جامعه و اینا حضور در جامعه نداشته باشه. خب از یک طرف چهار کشوری که اقدام کرده خب اینا باید در مقابل اقدامی که دیگران بسیار استوار باشن و پیگیری کنند و تلاش میکنند که کشورهای بیشتر در این عرصه همراهی از اینا همسو شود تا بتونه طالبا را پاسخگو بسازد. و من متقید است که در صورتی که جامعه جهانی همچون یک تلاش بکنه نتیجه میده و طالب را نباید به اصلاح از اینا مثلا گام برداره، بلکه برای نابودی طالبان اینا باید گام برداره و یا حداقل
یک حکومت یواشو که در اونجا طالب نتانم از دین خود را مسلم کنه، باید روی همچین یک موضوع دیگه باید تمرکز بکنه. از طرف دیگه ما متوجه زی هستیم قضیه که مثلا وزیر کشور با طالب کمک کرده روانسته و یک تناقض بین کشورها هست. من فکر کنم که حال وقتش است که تمام کشورهای منطقه و جامعه بین الملل همسو باشه برای اینکه طالب ها در مقابل مسائل هزاره و در مقابل کشتار شیعه در افغانستان پاسخ رو بزنه. بله، متشکرم که با ما بودید. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دیدبان حقوق بشر اظهار داشت حملات اسرائیل به غیر نظامیان لبنان آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است و این سازمان خواستار تحقیقات بین المللی درباره درگیری های اخیر در لبنان و شمال اسرائیل شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، از 23 سپتامبر بیش از 1000 حمله شبانه اسرائیل به مناطق مختلف لبنان منجر به کشته شدن صدها و زخمی شدن هزاران نفر شده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت نیز آوارگی بیش از 90,530 نفر را از روز دوشنبه در لبنان به دلیل حملات شدید اسرائیل به مناطق مختلف و در بحبوحه تشدید تنش‌ها با حزب الله برشمرد. به گفته مقامات پلیس پاکستان، در عملیاتی مشترک با همکاری نیروهای پلیس محلی و نیروهای مبارزه با تروریسم، دو تن از فرماندهان گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان در عملیات جداگانه کشته شدند. شایان ذکر است با کشته شدن این دو فرمانده تروریسم، تنها 72 نفر دیگر در لیست تحت تعقیب پلیس پاکستان قرار دارند. گفتنیست در این فهرست اسامی تروریست ها، نام پدر و آدرس و مشخصات آنها ثبت شده و به پلیس دستور داده شده تا عملیاتی را علیه آنها آغاز کنند. منابع محلی در استان پروان افغانستان از شیوع یک بیماری ناشناخته و قابل انتقال در دره قوربنده این استان خبر دادند. سخنگوی استاندار طالبان در پروان روز چهارشنبه 4 مهر گفته است که طی 24 ساعت گذشته دست کم 500 تن در شهرستان شینواری به این بیماری مبتلا شدند. به گفته او این بیماری تا کنون جان 2 نفر را گرفته و وضعیت بهداشتی 50 تن دیگر وخیم گزارش شده است. مسجد سادات قریش، نخستین مسجد ساخته شده در مصر و یکی از 15 مسجد قدیمی در جهان به شمار می آید. گفتنیست این مسجد یکی از مهمترین بناهای اسلامی در خیابان بورسعید در شهر بیلیبس که یکی از شهرهای استان شرقی مصر قرار دارد که نخستین مسجد ساخته شده در مصر به شمار می آید. نامگذاری سادات قریش بر این مسجد به منظور تجلیل از شهدای مسلمان صحابه رسول خدا در نبرد علیه رومی ها هنگام فتح مصر انجام شد. سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز MSF اعلام کرده است که زنان باردار، مادران و نوزادان تازه متولد شده به سرعت در منطقه دارفور جنوبی سودان جان خود را از دست می دهند و هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه در آستانه قحطی قرار دارند. طبق این گزارش، حدود 1/3 کودکان زیر 2 سال در دارفور جنوبی دچار سوء تغذیه حاد هستند که این آمار از 2 برابر آستانه اضطراری سازمان جهانی بهداشت بیشتر است. طرح مدرسه‌ای برای آموزش کودکان فقیر و پاکسازی آلودگی در لاگوس امید به ارمغان آورده است. مدرسه خصوصی در نیجریه شهریه آن بطری‌های پلاستیکی است و این به دانش آموزان محروم منطقه کمک می‌کند تا هزینه مدرسه را با بطری‌های پلاستیکی مستعمل پرداخت کنند.
والدین فقیر با جمع‌آوری بطری‌های پلاستیکی به فرزندانشان کمک می‌کنند تا در این مدرسه تحصیل کنند. انجمن اسلامی یانگ زوتان در ایالت اوهایای آمریکا برای آشنایی غیر مسلمانان با فرهنگ اسلامی اقدام به برگزاری نمایشگاه و دعوت از مردم برای بازدید از آن کرده است. شایان ذکر است این نمایشگاه در مسجد جامع یانگ زوتان برگزار می شود و در آن انواع پوشاک و لباسهای اسلامی و همچنین غذاهای حلال برای علاقمندان به نمایش گذاشته می شود و به فروش می رسد. منابع خبری از برگزاری سوگواری ادبی با محوریت شهر مقدس کربلا با موضوع مواجهه انسان معاصر با عاشورا و امام حسین علیه السلام در شهر مقدس قم خبر دادند. ده ها نوشته با محوریت حادثه کربلا در این جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند. این سوگواره به صورت الکترونیکی در فضای مجازی نیز تولیدات محتوایی و ادبی خود را منتشر کرده است. مطالعه جدید محققان دانشگاه UCL نشان می‌دهد افرادی که غذاهای فوق‌العاده فراوری شده بیشتری مصرف می‌کنند در معرض افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 هستند، اما این خطر را می‌توان با مصرف کمتر غذاهای فراوری شده کاهش داد. بر اساس این مطالعه دانشمندان دریافتند که هر 10% افزایش غذاهای فوق فراوری شده در رژیم غذایی یک فرد را با افزایش 17% خطر دیابت نوع 2 مرتبط است، اما این خطر را می توان با مصرف غذاهای کمتر فراوری شده کاهش داد. هند در بحبوحه انتخابات منطقه جامو و کشمیر اقدام به برگزاری سلسله سفرهای دیپلماتیک کرده است تا وضعیت این منطقه مورد مناقشه را به صورت مثبت به جامعه بین المللی نشان دهد. وزارت امور خارجه هند از 20 دیپلمات کشورهای مختلف مانند ایالات متحده، فرانسه و آلمان دعوت کرد تا در یک سفر دو روزه که از 25 سپتامبر آغاز شده به کشمیر سفر کنند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. هند در بحبوحه انتخابات منطقه جامو و کشمیر اقدام به برگزاری تورهای دیپلماتیک کرده تا وضعیت این منطقه مورد مناقشه را به صورت مثبت به جامعه بین المللی نشان دهد. وزارت امور خارجه هند از 20 دیپلماتیک کشورهای مختلف مانند ایالات متحده، فرانسه و آلمان دعوت کرد تا در یک سفر دو روزه که از 25 سپتامبر آغاز شد به کشمیر سفر کنند. به گزارش سرویس رسانه‌ای کشمیر، این اقدام با انتقادهای بسیاری مواجه شده، چرا که این شیوه را تلاشی برای ارائه تصویری نادرست از بازگشت اوضاع به حالت عادی پس از لغو وضعیت ویژه کشمیر در سال 2019 می‌دانند. منتقدان معتقدند که انتخابات هند نمی‌تواند جایگزین همه‌پرسی وعده داده شده توسط سازمان ملل باشد که سرنوشت این منطقه را تعیین می‌کند. همچنین به دلیل ادامه بازداشت هزاران نفر از جمله رهبران سیاسی، فعالان و روزنامه‌نگاران، بسیاری از کارشناسان اعتبار این انتخابات را زیر سوال بردند. آنها تأکید کردند که دیپلمات‌ها تنها آنچه که دولت هند می‌خواهد را مشاهده می‌کنند و از دسترسی به واقعیت‌های میدانی محروم می‌مانند. عدم دعوت از نمایندگان کانادا نیز مورد توجه قرار گرفته و باعث ایجاد پرسش‌هایی درباره معیارهای انتخاب دیپلمات‌های دعوت شده گردیده است. منتقدان معتقدند این سفرها مانند تلاش‌های مشابه در سال 2020 تنها با هدف ترمیم چهره هند در جامعه بین المللی انجام می‌شود، اما همچنان واقعیت‌های میدانی و خشونت‌های جاری در کشمیر قابل انکار نیستند. بنگلادش به دلیل محدودیت‌های میزبانی از آوارگان روهینگیایی خواستار برگزاری کنفرانس همه کشورهای ذی‌نفع برای رسیدگی به بحران روهینگیا شده است.
در همین راستا محمد یونس مشاور ارشد دولت انتقالی در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ابراز نگرانی از بدتر شدن امنیت در منطقه مرزی از جامعه بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا خواست تا برای چالش‌های میانمار که به کشورهای همسایه نیز سرایت کرده چاره‌ای بیندیشند. شایان ذکر است حدود 1,200,000 مسلمان روهینگیا از آگوست 2017 در بنگلادش زندگی می کنند و سرکوب شدید نظامی در ایالت راخین میانمار به این کشور گریختند. جامعه مسلمانان هنگ کنگ از دولت این کشور خواست تا از یک نهاد اعتبار بخشی مسئول برای صدور گواهینامه رستوران‌های حلال حمایت مالی کند. در همین راستا وینسنت چنگ وینگ شون قانونگذار حزب اتحاد دموکراتیک برای بهبود و پیشرفت هنگ کنگ گفت هنگ کنگ امکانات لازم برای مسلمانان دارد اما کافی نیست. بازار گردشگری مسلمانان بسیار بزرگ است و ما می‌خواهیم تعداد بیشتری از آنها را جذب کنیم. گفتنیز هنگ کنگ سیستم رسمی صدور گواهی حلال دولتی ندارد. در عوض متولیان صندوق جامعه اسلامی هنگ کنگ بر روند صدور گواهینامه نظارت و گواهینامه حلال صادر می کنند. نمایندگان این گروه گفتند که برای تسریع روند اعتبار بخشی غذاخوری‌ها و رستوران‌ها به منابع بیشتری از جمله یارانه‌های مالی نیاز دارد. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته است تا ممنوعیت پخش برنامه‌های زنده سیاسی، انتقاد از این گروه و مصاحبه با تحلیلگران مستقل در رسانه‌ها را لغو کند. به گفته این کمیته، طالبان می‌خواهد رسانه‌های داخلی را به ابراز تبلیغات خود تبلیغ کند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز سه‌شنبه 3 مهر در بیانیه گفته که طالبان شمار زیادی از مدیران رسانه‌ها را در کابل احضار کرده و فهرستی از دستورات را به آنها داده است. در جلسه مقامات طالبان با مسئولان رسانه‌ها اعلام شده که هیچ رسانه‌ای اجازه ندارد محتوای انتقادی در مورد سیاست‌ها و قوانین این گروه را پخش کند. طالبان به رسانه‌ها هشدار داده است که در صورت عدم رعایت نکات فوق مسئول عمومی رسانه، مسئول پخش، مجری برنامه و مسئول بخش سیاسی مختلف شمرده می شود و با آنها برخورد خواهد شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که این دستورات طالبان نشان دهنده پایان آزادی‌های اساسی رسانه‌ها در افغانستان است و طالبان می‌خواهد رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی آنها تبدیل شود. در پی افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر در سینکیانگ، نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از چین خواستند تا به توصیه‌های نهادهای بین‌المللی توجه کرده و به وضعیت وخیم اویغورها و دیگر گروه‌های قومی پاسخگو باشد. این درخواست در حالی مطرح شد که گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های دست جمعی، کار اجباری و سرکوب فرهنگی در این منطقه منتشر شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، دیپلمات‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا از چین خواستند تا به نقض‌های جدی حقوق بشر در سینکیانگ پاسخ دهد. میشل تیلور، نماینده آمریکا در این جلسه تأکید کرد که چین باید توصیه‌های دفتر حقوق بشر سازمان ملل را که 2 پیش منتشر شده اجرا کند و همچنین اویغورها و دیگر افرادی که غیر قانونی بازداشت شده اند را آزاد نماید. تیلور در بیانیه مشترک که به نمایندگی از کشورهای استرالیا، کانادا، دانمارک و دیگر اعضای گروه هسته‌ای سینکیانگ خوانده شد، به نگرانی‌های عمیق درباره وضعیت حقوق بشر در این منطقه اشاره کرد. او در ادامه گفت:
چین در 2 سال گذشته فرصت‌های متعددی برای پاسخگویی به این نگرانی‌های مشروع داشته است و از اینکه چین به یافته‌های مستقل و توصیه‌های سازمان ملل توجهی نکرده است، ابراز تأسف کرد. اتحادیه اروپا نیز در این زمینه به نقض حقوق بشر در ترکستان شرقی از جمله بازداشت‌های دست جمعی، کار اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشری اشاره کرد. این اتحادیه خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای رسیدگی به این وضعیت شد. در پاسخ به این انتقادات، سخنگوی وزارت خارجه چین پذیرش این نگرانی‌ها را به عنوان مسائل داخلی چین رد کرد و تأکید کرد که دخالت در امور داخلی کشورها به نام حقوق بشر مداخله‌ای نادرست است. جامعه جهانی باید به واقعیت‌های حقوق بشری توجه داشته باشد و از سیاست‌های دوگانه پرهیز کند. تحلیلگران معتقدند که جامعه جهانی باید به واقعیت‌های مربوط به حقوق بشر توجه کند و از اجرای سیاست‌های دوگانه خودداری نماید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار 4 کشور جهان به طالبان: اگر به تبعیض جنسیتی پایان ندهید در دادگاه لاهه شکایت می‌کنیم. تلاش هند برای گمراه‌سازی جامعه بین‌المللی درباره وضعیت کشمیر با سلسله سفرهای دیپلماتیک. بنگلادش خواستار برگزاری کنفرانس همه کشورهای ذی‌نفع برای حل بحران روهینگیا شد. درخواست جامعه مسلمانان هنگ کنگ برای حمایت از نهاد اعتبار بخشی به رستوران‌های حلال. نگرانی کمیته حفاظت از خبرنگاران از وضع محدودیت‌های تازه علیه رسانه‌ها از سوی طالبان. و فشار آمریکا و اتحادیه اروپا بر چین برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در سینکیانگ. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. شب همگی شما بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد. اللهم عجل ولیک الفرج.